در 10-15 دقیقه پایانی نیمه اول بازی تقریبا برابر رو داشتیم، بودن 25-30 دقیقه ابتدای تیم استقلال تیم برتر میدان بود، ولی به سمت پایان نیمه اول که اومدیم به نظر میاد بازی متعادل‌تر شد. ایوان پتروویچ یک بار دیگه سانت، بازم به تیر یک، میخوان توپ رو به عقب‌تر بفرستن، حالا شکو مقام، ضربه شکو مقام از توی دروازه، امکان شکو مقام یک بر سه تیم شاهین بوشهر رو جلو میندازه. هر قدر شادی میشه استادیوم شهید بهشتی، البته اونجاییش که طرفداران تیم شاهین بوشهر هستن، خوشحالی هواداران رو مشاهده میکنید. یک بر صفر شاهین بوشهر جلو میفته. نه وحید طالبروز که توی خوشحالی تیمی شاهینی ها توی این لحظه حاضر نشد. این ضربه زمینی شکو مقام است که به نظر به ساموئل هم برخورد کرد، اینطور به نظر میشه برای خیلی خوب ضربه شد زمینی. از اینجا میتونه بهتر تشخیص بده این ضربه زمینیش که بله در میانه راه تغییر مسیر داد و مهدی رحمتی هم نتونست کار خاصی رو انجام بده و تیم شاهین بوشهر یک بر صفر جلو میفته. از تیم استقلال تهران ترکیب تیم شاهین خارج خواهد شد. بابک لطیف به جای اومد اما در واقع کنسل میکنه تعویض ها رو، کورنر ارسال میشه به تیر یک و توی دروازه، یرکوویچ به گل میرسه و تیم استقلال بازی رو مساوی میکنه. سانتر مواج از فریدون زندی به تیر یک و یرکوویچ بازم برای تیم استقلال گل زنی میکنه. یک یک بازی مساوی میشه. هواداران تیم شاهین معترضن به کورنری که نتیجهش این ضربه و این گل بود. وحید طالبلو خروج هم کرد اما یرکوویچ خیلی قشنگ ضربه‌اش رو زد و بازی به تساوی کشیده میشه. به تیر یک کورنر ارسال شد، در نهایت تیم استقلال گل مساوی رو زد. یه بار دیگه از نمای بازتر گل مساوی تیم استقلال رو مشاهده کردید و این بار هواداران تیم استقلال هستن که شادمانن از گل مساوی که تیمشون به ثمر رسونده.